با سلام و درود، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. موضوعی که امروز من میخوام در آرش صحبت کنم یکی از پایهی ترین و پیچیده ترین و در این حال جذاب ترین مباحث روانشناسی هست، ضمیر ناخودآگاه یا ناهوشیار. ما میخوام ببینیم ضمیر ناخودآگاه یا ناهوشیار چی هست، محتواش چیا هستن، چطوری شکل میگیره، چه تأثیری توی زندگی ما میذاره و آیا اساسا ما میتونیم به این بخش از روانمون دسترسی پیدا کنیم یا خیر. ببینید، اصطلاح ضمیر ناخودآگاه یا همون ناهوشیار یک واژه و اصطلاح جدید نیست و کسی که این واژه رو به طور علمی و آکادمی مورد استفاده قرار داد فروید، روانشناس آلمانی بود. فروید برای ذهن ما سه تا سطح آگاهی رو در نظر میگیره. سطح اول سطح هوشیار ذهن ما هست یا خودآگاهمون، تمام اون چیزهایی که ما بهش آگاهی داریم، بهش دسترسی داریم، بهش هوشیاریم، مثل کارهایی که در طول روز انجام میدیم، در طول در واقع شبانه روز، چه موقعی میخوابیم، چه موقعی بیدار میشیم، غذا میخوایم چی بخوریم، کجا میخوایم بریم، محل کارمون کجاست، تمام این چیزهایی که ما بهش آگاهی و در واقع اشراف داریم در حوزه هوشیار ما قرار میگیرن. بخش دوم بخش نیمه هوشیار یا نیمه خودآگاه ما که پل ارتباطی بین هوشیار و ناهوشیار ما. ما تمام اون چیزهایی که میگیریم، دریافت میکنیم، درک میکنیم برای مدت محدودی توی قسمت هوشیار ما قرار میگیرن و بعد برای اینکه ذهن خالی بشه، فری بشه و بتونه تمرکز کنه روی یک موضوع دیگه‌ای، این اطلاعات منتقل میشن به قسمت نیمه هوشیار ما، اونجا یه مدتی میمونن و بعد از اون انتقال پیدا میکنن به در واقع ناهوشیار ما. حالا ناهوشیار ما چی هست؟ ناهوشیار ما وسیع ترین و بیشترین قسمت ذهن و روان ما رو تشکیل میده و در واقع فرمانده ذهن ما هست. تمام اعمال ما، تمام رفتار ما، تمام احساسات، افکار ما، همه چی تحت کنترل این قسمت از روان ما قرار داره. فروید یه مثال خیلی قشنگ و جالب درباره هوشیار و ناهوشیار میزنه، میاد این دوتا رو تشبیه میکنه به کوه یخ. یک کوه یخی که درون آب قرار داره، 10% بیرون آبه، 90% زیر آبه. هوشیار ما اون 10%ه که بیرون آبه و دیده میشه و یک مقدار خیلی کمی از این کوه یخ رو به خودش اختصاص داده و 90% اون زیر آبه، دیده نمیشه، تاریکه، ما اطلاعی ازش چندان نداریم و اون قسمت، قسمت ناهوشیار ما. و تحقیقاتی که در زمینه مغز انجام شده این قسمت ناخودآگاه ما رو میاد تایید میکنه و میگه که ما توی پردازش های شناختی و ذهنیمون این ناخودآگاه رو داریم و این تمام اعمال شناختی ما، مثل تصمیم گیری ها، مثل افکار ما، همه چیز به وسیله ناخودآگاه ما اتفاق میفته. محتوای ضمیر ناخودآگاه ما چیا هستن؟ محتوای ضمیر ناخودآگاه ما افکار ما، احساسات ما، غرایز ما، امیال ما، آرزوهای ما، رویاهای ما، تکانه های ما، اون اعمال غیر ارادی و در واقع اتوماتیک ما، ترس های ما، همه و همه جزو ضمیر ناخودآگاه ما هستن. چه اتفاقی میفته که خاطرات ما، چیزهایی که باعث استراب ما، باعث رنج ما، احساسای سخت و ناگوار ما منتقل میشن به قسمت ناهوشیار ما. ببینید، ما آدما کوهی از امیال، احساسات و خواسته ها و غرایز هستیم که خیلی وقتا این خواسته ها و امیال و غرایز ما متضاد و متغایر با اون جامعه‌ای هست که توش زندگی می‌کنیم، متضاد با ارزش‌ها، قوانین و هنجارهای در واقع اون جامعه‌ای هستیم که توش هستیم، توش زندگی می‌کنیم، یا مغایر با ارزش‌های والدین ما، مراقبان اصلی ما. و زمانی که مثلا من یک میلی، یک غریزه‌ای، یک چیزی از من میاد بالا،
من برای اینکه بتونم از خودم دفاع کنم، ذهن من بتونه از خودش دفاع کنه، مجبورم که اینو سرکوب کنم. چرا؟ چون اگر سرکوب نشه قطعا با تنبیه جامعه روبرو میشم، قطعا طرد میشم، تنبیه میشم، اون به حساب حس تایید شدن از من گرفته میشه و در واقع اون حس دوست نداشته شدن به من القا میشه. زمانی که میل میاد بالا و مغایره با اون ارزش ها، ارزش والدین، جامعه، همراهش استرابی میاد بالا، یه استرابی از ترس، از ترس برخورد جامعه و والدین. اینجا روان ما میاد به کمک ما و سعی میکنه که دوباره یه تعادل ایجاد کنه توی ذهن ما. به چه صورت؟ از طریق مکانیزم های دفاعی میاد وارد عمل میشه و به ما کمک میکنه که بتونیم اون استرس، اون استراب رو در واقع کنترل کنیم. مکانیزم های دفاعی چی هستن؟ مکانیزم های دفاعی یه سری راهبردهایی هستن که روان ما برای کمک به سلامت ذهنمون، سلامت روانمون میاد، از اینها کمک میگیره. خب و خیلی زیادن، من چند تایی که خیلی مهمن و نام میبرم که خیلی در واقع ازش استفاده میکنی. یکیش سرکوبه. مثلا یه میلی میاد بالا، من سریع اینو سرکوب میکنم، یا بعدیش انکاره، کلن انکارش میکنم، صورت مسئله رو کلن پاک میکنم، میگم که اصلا همچین چیزی وجود نداره، همچین میلی، همچین حسی، همچین خواسته‌ای وجود نداره. یا فراپکنیش میکنم به سمت یه نفر دیگه، میلی که تو وجود من هست فراپکنی میشه به سمت یه نفر دیگه، یا جابجا میشه. مثلا من عصبانیم از یه نفر دیگه، زورم به اون نمیرسه، سری یکی دیگه خالی میکنم. این مکانیزم ها کارشون کنترل استرابه، ولی وقتی که خیلی استفاده بشن، وقتی که تمام مدت مجبور باشیم از اینا استفاده کنیم و خیلی زیاد بشن، منجر به در واقع آسیب های روانی جدی تو ذهن ما میشن. حالا غرایزی که ما، احساسات، افکار، غرایز، همه چیزهایی که ما فرستادیم تو ناهوشیار و در واقع فکر میکنیم که کنترلشون کردیم و تحت کنترل ما و خیالمون راحته، در واقع اونا اونجا دارن کار خودشون رو میکنن و به یک شکل دیگه، به اشکال دیگه‌ای یه راه خروجی پیدا میکنن که بیان بیرون از ذهن ما. من یه مثالی میزنم تا این مبحث یکم شفافتر بشه. برای مثال من والدینی دارم که والدین من از لحاظ احساسی، از لحاظ پاسخگویی به نیازهای من کافی نیستن و خب میدونید فروید میگه که از سال اول زندگی و ماهای اول بارداری تو شکل‌گیری شخصیت ما خیلی تاثیر داره. من یه مادری دارم که به نیازهای من پاسخ نمیده، نیازهای عاطفی منو جواب نمیده، یک مادر سرد، یک مادر عصبی، یک مادر تندخو، و من به شدت از این مادر عصبانیم، خشمگینم، چون نیازهای منو پاسخ نمیده و گاهی احساس تنفر میکنم. اما چون که مادر منه و باید اون حس دوست داشتن رو بهش داشته باشم طبق هنجارهای جامعه، من نمیتونم این خشم و این تنفر رو بهش ابراز کنم، بهش بروز بدم و اونجا ذهن من مضطرب میشه. وقتی که من احساس تنفرم نسبت به مادر بالا میاد، خشمم بالا میاد، من احساس استراب میکنم، میترسم که من اینو بروز بدم، این مادر منو طرد میکنه دیگه، قطعا تنبیه میکنه منو و من اینو بروز نمیدم، مضطرب میشم. اینجا مکانیزم دفاعی میاد کمک من تا من استرابمو کنترل کنم. مکانیزم دفاعی ممکنه مثلا انکار باشه، بگه که نه نه، این اصلا اینجوری نبود، تو اشتباه میکنی، مادرت خوبه، تو فلانی، یا جا به جایی من میام خشم مادر رو سر مثلا خواهر کوچیکترم خالی میکنم. و این مکانیزم ها در واقع تو اون لحظه
به حساب استراب من رو کنترل میکنم، به عنوان یک مسکن موقت عمل میکنم. اما این حس خشم و تنفر میره تو ضمیر ناخودآگاه من و اونجا میمونه. پایه و ریشه تمام بیماری های روانی همین تکانه ها، همین افکار و احساساتی هستند که خیلی شدید بودن و ما اونا رو پس زدیم، ما اونا رو فرستادیم یه جایی که نباشن. خب داشتم میگفتم خیلی از مشکلات روان رنجوری که سطح خفیفتر مشکلات و اختلالات هست و یا مشکلات سایکوتیک یا روانپریشی و خیلی از مشکلات جسمی همینطور بر اثر همین واپسزنی احساسات شدید و اضطراب آور به ضمیر ناخودآگاه ما. میبینیم که آسیب هایی که به ما وارد میشه از طریق به حساب واپس زدن چقدر زیادن و چه تبعاتی داره، و همینطور ممکنه که مثلا تو زندگی آینده ما اینا تأثیر بذاره. برای مثال کودکی که از طرف والدین هی امر و نهی میشه، هی استرا بهش وارد میشه، ممکنه که برای مثال دچار شب ادراری بشه، ناخن جویدن، همه اینها تأثیر همین استراب هایی هست که به ما وارد میشه. و یا حتی ممکنه که مثلا توی بزرگسالی تو زندگی حالا زناشویی من با شریک زندگی من وقتی که یک رفتاری انجام میده با من یک ذره شبیه اون رفتاری باشه که برای مثال مادر یا پدر من با من انجام داده، بلافاصله اون تریگر فعال میشه، اون ماشه به اصطلاح کشیده میشه و من برای یک موضوعی که برای مثال 20% خشم تولید میکرده ممکنه که مثلا 80% واکنش خشمگینانه از خودم بروز بدم بدون اینکه بفهمم این از کجا میاد، ریشش از کجاست، و شاید خودم هم تعجب کنم که نمیدونم چی شد یهو انقدر عصبانی شدم، یهو انقدر فوران کردم. اینا همش برمیگرده به همون ضمیر ناخودآگاه ما که توی زندگی ما تأثیرات خودش رو حتی تا پیری و بزرگسالی ما، حتی توی سالهای خیلی دور زندگی ما هم همچنان اثر و آثار خودش رو داره. حالا آیا ما میتونیم به این به حساب محتوا، به این چیزهایی که تو ضمیر ناخودآگاه ما هست دسترسی پیدا کنیم؟ آیا میتونیم کاری براش بکنیم یا نه؟ بله، این کار قطعا شدنی هست. هرچی که سن ما پایین تر بوده باشه و ما اون اضطراب ها رو تو سن پایین تر تجربه کرده باشیم، قطعا اونها توی لایه های عمیق‌تر ذهن ما رفتن و در آوردن و بیرون کشیدنشون کار سختری خواهد بود. اما این کار به کمک روانکاوی و رواندرمانی حتما انجام میشه و وقتی که این به حساب تعارض ها، تکانه ها، تنش ها، این اضطراب ها از ضمیر ناخودآگاه ما بیان بیرون و اجازه خروج به شکل سالمتری رو توی بستر حالا جلسات روان درمانی پیدا کنن، قطعا که حال بهتری رو تجربه خواهیم کرد، زندگی شادتری رو تجربه خواهیم کرد و میتونیم خیلی راحت تر با مسائلمون برخورد کنیم، ریشه خیلی از مشکلاتمون رو پیدا میکنیم، بینش و آگاهی نسبت به مشکلاتمون، نسبت به خیلی از رفتارهامون پیدا میکنیم و این توی در واقع بالا بردن کیفیت زندگی ما تاثیر خیلی زیادی خواهد داشت. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عذرخواهی میکنم از اینکه در جمع گرمتون حضور ندارم و خودم رو مسئول دونستم که این ویدیو رو برای این هفته ارسال بکنم و موضوع این هفته هم ناخودآگاه هستش و میخواییم خورده در موردش صحبت بکنیم. اما تا بحث ناخودآگاه میاد وسط، همه یاد آقای زیگموند فروید میفتن و نظریه که در مورد این قضیه داشته.
ایشون معتقد بود که آقا 95% کارهایی که ما انجام میدیم دست ناخودآگاه ماست. حالا موضوع ترسناک اینه که الان این علم عصب شناسی و اون محققینی که روی مغز کار میکنن این رو ثابت کردن که بله، تصمیم هایی که ما داریم میگیریم انگار 2-3 لحظه قبلش توی ناخودآگاه ما گرفته شده و انگار ما هیچ مسئولیتی در قبال اون تصمیم هایی که میگیریم نداریم و همش توی ناخودآگاه ما داره تصمیم گرفته میشه و انگار ناخودآگاه هستش که یه سلطه همه جانبه روی ما داره. و طبق اون چیزی که اون میگه انگار هوشیاری و آگاهی فقط قسمت اندکی هستش که بالای دریا هستش و بیشتر و عمیق‌ترین چیزی که هستش همون ناخودآگاه ما هستش که ما نمیبینیمش و سلطه زیادی هم انگار روی ما و تصمیم‌هایی که ما میگیریم داره. اما در هنر هم وقتی که ما بحث ناخودآگاه رو مطرح می‌کنیم به 2 تا مفهوم دیگه اتمایزیشن و سورالیزم انگار می‌رسیم. خب اتمایزیشن به چه صورت؟ به این صورت که بدون فکر و آگاهی کامل اون آرت و اون هنر صورت گرفته و در همین جهت هم سورالیست اومد شکل گرفت و از جمله مهمترین سورالیست هایی که میتونیم به کارهاش خیلی تکیه کنیم توی این ایده آقای دالی هستش که ایشون هم تحت تاثیر روانشناسی آقای فروید قرار گرفته بودن و هنری که داره جلوه میده انگار همون بخش ناخودآگاه ماست، همون جایی که خیلی عمیق که بشیم وقتی به امواج مغز که میاد در حد پایینی قرار میگیره و عمیق میشیم میبینیم که کریتیویتی و دریملندی هستش که ما میخواییم ازش صحبت بکنیم. طبق پژوهش هایی که اخیراً انجام شده نشون داده شده که کسایی که مدیتیشن انجام میدن و میرن به حالتهای عمیق ذهنی و فرکانسهای مغزشون رو میارن پایین به ناخودآگاه خودشون واقف‌تر میشن و میتونن بعداً ناخودآگاه خودشون رو هم کنترل بکنن و بتونن بر اساس همون هم بتونن فعالیت‌های آگاهانه خودشون رو هم بهتر کنترل بکنن. پس حتما یه رابطه مستقیمی بین ناخودآگاه و مدیتیشن هم وجود داره. اما نکته آخر این که ما حتی همین ناخودآگاه رو یا unconscious learning رو هم توی فعالیت‌های آموزشی خودمون داریم که از unconscious incompetence شروع میشه که به چه صورته؟ یعنی ما در مورد یه فعالیتی آگاه نیستیم و حتی توانایی انجام اون رو هم به خوبی نداریم. بعد مرحله بعدی این هستش که conscious incompetence میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه فعالیتی رو بهش آگاهی داریم ولی نمیتونیم اون رو به خوبی انجام بدیم. مرحله بعد این هستش که ما conscious competence رو داریم. یعنی چی؟ یعنی یه فعالیتی که ما میتونیم انجامش بدیم ولی باید برای انجامش تلاشی انجام بدیم و unconscious competence رو داریم که ما دیگه یک فعالیتی رو انجام میدیم و بدون این هستش که حالت فکر کنیم و اتوماتیک شده در واقع. و این 4 تا فرایند رو ما حتی توی آموزش رو هم داریم. تشکر میکنم از اینکه به حرفای بنده گوش دادین. امیدوارم که جمع گرمتون همیشه پایدار باشه. بدرود و خدا نگهدار. سلام، فروزان خدابنده هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری و در مورد ضمیر ناخودآگاه و تأثیراتش اون چه که شخصا تجربه کردم و مختصر مطالعاتی راجبش داشتم رو با یک مثال توضیح میدم. شاید براتون پیش اومده باشه که عزیزانتون یا دوستانتون رو بابت رفتاری سرزنش کنید. بعد علی رغم تذکرات شما اون فرد به رفتارش ادامه بده. به احتمال زیاد شما یا رابطتون رو باش کم میکنید و یا قطعش میکنید. ما در نظر میگیریم که ارتباطتون رو قطع کنید. بعد از یک بازه زمانی متوجه میشیم که همون رفتاری که اون دوستمون در گذشته ما به خاطرش سرزنشش کردیم توی رفتار خودمون هست و ممکنه که اصلا حس خوب بهمون نده. این در مورد رفتار خوب و حس خوب هم صادقه، ولی از اونجایی که به صورت ناخودآگاه بیشتر
تمرکزمون روی نقص هاست، این مثال رو میزنم. انسان ها در طی ارتباط با همدیگه تأثیرگذار و تأثیرپذیرن و هر دو این مؤلفه ها به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و به صورت خودآگاه هم هست. یک سری از افراد درصد بیشتری از تأثیرگذاری رو دارن و تأثیرپذیری در اونها کمتره و در بعضی از افراد این موضوع برعکسه و هر چقدر که سن بالاتر میره میزان تأثیرپذیری کمتر میشه. ما آدم ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از همدیگه الگوبرداری میکنیم و به مرور زمان و کم کم شبیه به اطرافیانمون میشیم. ما از زمانی که توی رحم مادرمون هستیم در حال دریافت اطلاعات و داده ها از محیط اطرافمونیم. مثلا صداها رو میشنویم، حس شادی و غم رو درک میکنیم. در واقع در حال تأثیر پذیری از محیط اطراف هستیم و این پروسه تا به دنیا اومدن 4 سالگی، 10 سالگی، 15 سالگی و الی آخر ادامه داده میشه و تمام این مدت ما بیشترین ارتباطمون رو و بیشترین تأثیر پذیری رو از پدر و مادر و در واقع والد خودمون داریم. خیلی از ماها همین الان هم ممکنه که مشکلات و بحث‌هایی با خانواده‌مون داشته باشیم و یا اگر که حالا به گذشته نگاه کنیم اختلافاتی بین خودمون و پدر مادرمون می‌بینیم. بعدها که ما وارد زندگی شخصیمون میشیم و تشکیل خانواده میشیم و پدر و مادر یا والد میشیم، اگر که حالا روی رفتار خودمون حساس باشیم، موقعی که عصبانی هستیم یا ناراحتیم و خب در کل زمانی که تمرکزمون پایینه و منطقمون خاموشه، یک رفتارهایی ازمون سر میزنه که یادآور رفتار پدر و مادرمون با خودمونه. ما به صورت ناخودآگاه فرزندان خودمون رو به شکلی تربیت میکنیم و پرورش میدیم که پدر و مادرمون ما رو تربیت کردن و پرورش دادن و این موضوع باعث تکرار خلقیات یک نسل به نسل دیگه میشه و جامعه ما رو آدمهای شبیه به هم تشکیل میده. جامعه‌ای که ممکنه هیچ رشدی نداشته باشه و یا اگر هم داشته باشه سرعت رشدش کمه. اون چه که اینجا اهمیت پیدا میکنه توی رفع این مشکل، نقش پررنگ روانشناس و رواندرمانگره. هرچند که افراد یک جامعه به تأثیر روان درمانی توی رشد فردی و اجتماعی خودشون اعتقاد داشته باشن، ما تکرار کمتری رو توی رفتار نسل‌های آیندهمون مشاهده می‌کنیم. خیلی ممنونم. نهی بشه خواتون فعالیت بکن نه تانواتون شاعر بودن باز بورد، ولی خب یه چیزانی که به داخل دفتر باتونی نوشته بودن و برگشتن اینجا دفتر باتونی دوباره بیستن یه چیزان نوشته که اصلا من هم این آن لحظه چی چیزان نوشته و بحث ناخودآگاه که موضوع این هفته خیلی هم بگه روزان که اصلا درگیریش که ناخودآگاه همونو که ای چیزان یارد ایشهران بگم و ای حالا نتوانم بگم ایشه به قول دوستان که شوخی باردی بازی با کلمات بینش نشأت گرفته از حسی کنه همه چیزانی که اتفاق کردن در یک جمع خیلی شادی مانسی بودن یه گوه گردن یک چیز و یک جمله حالا یک بیت یک مصره یا چند مصره خیلی بقیه رو میکرد این وقتون گفتی که پرچی ما همچین چیزی بود و ایشی نشست رسید که قبلا یک چیزا یک اتفاقات در زندگی من رفته بودن و باعث بودن همچین چیزی من بباقی و همونطور قم بیشتر در شعران قم بودن و شادیان هم بودن در رابطه با شادی هیچ گناه رو نتوان هیچ وقت رو نتوان که شعر رو در رابطه با آقا همینشو گفتیم و یا در رابطه با چیای سیاسی بار یه خورده و
گاهی به بحث‌های سیاسی که رابطه بودن شعران که بیسامه سیاسی بودن و گاهی بی‌پرده بودن. در محل کار وقتی نشته بودن یا که مشغول آشپزی بودن یا هر موقع که یک چیزی یک چیزایی به ذهن میاده، اگه مون چوشکا در نظر بگرفتیم شاید کتابی بنوشتیم، شاید چندین کتابی بنوشتیم، خیلی از دوستان هم کامنت چین کدر چی در ذهن میشه و یادداشت برداری نکنیم. خیلی کم همه چیزان که یادداشت برداری پرده بودن نمیدیم برداشتم چارتانه گاهی با ما تو نیسته بودن سانه تمام این چیزا برداشتیم که به گذشته ما حتی نرام تو بودن که این چیز از کجا یادتا. همونطور که آقای که او شاید اول دبستان، سوم دبستان هم یادن موجودی یادن هر بیتی از زندگی. دوستانی کلیپ بودی مشوادی تلسم شهر و پاکست سیندرن عروس شد قصه ی ما تموم شد سیندرن عروس شد قصه ی ما تموم شد سیندرن عروس شد علمیت موسیقی به نام ریورسینگ، ریورس برگردوندن. ناخودآگاه انسان موسیقی تأثیری هست مستقیما روی ناخودآگاه انسان هست. اعصاب دو دست هم انسان را بیرو از انسان را خودآگاه و خودآگاه خودآگاه ایشی که تو موقع را رفتن باید به چه سکنه نده ناخودآگاه ایشی که جایی را شکل پیش خود که خود باید رو بود. نو به ده موسیقی زمانی که موسیقی کارتنه پس شرط سازی هم شما گوشی توضیح نه؟ تو نیازی نه؟ خشک بود، 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 خشک بود. در روان شناسی یک مبحثی هست که من شرط سازی هر چیزی که در کنار یک فرایند خوشایندی بر من تکرار بود نسبت به آن چیز عادت یعنی شرطیه بین اصطلاحا میشه که شرطی بوده. به صورت خلاصه تری میشن کتابی هست به نام روانشناسی هیلگارد که دو جلد ترم دوم سوم دانشگاه من رشتن روانشناسی درس چی بود؟ درس دیده تو نه کتاب تو منی کنید یک کبوتری رو نصاد جان که به این کبوتر یاد دیم که هر موقع تو یک مکی بزنم به این دوگمه یک دنه که دانه رو بالا بارد تو بپید چی شرکی بود مثل به چیزی گوشنه هم و بود رو دانه جان به این دوگمه یک چیزی چیانه کبت بری یک دانه رو بری کبت بری نون حالا ایشی بود شرط سازی نوع اول شیش نوع وقت خانه گران شرط سازی نوع شیش میشه یک کشی رو غیر فرمولی شرط میکنه یعنی یک بار نوک جان یک کیلو گنده بری چند جلوی یک بار نوک جان تا دو روز هیچ چیز نده یک بار نوک جان چنه تسری دیگه نتوان کشف بکن که باید چون بکنه که نوک جانم بی دوکمه برمون دانه بکنه دور دو شر شرط سازی نوع شیش نوع بود این کبوتر تا لحظه ای که اولاش بودم مورد چه دانش جلوی بره که چه مره این نو که ایجاد بید اکمه موسیقی تقریبا این هرچی در موسیقی غلط استفاده کردم اگر بگم موسیقی غلط استفاده کردم یه همچی تأثیر هست کلیپ دیگه شما مشاهده که یک آهنگ معروفی هست که در افتاد آخرام در افتاد در افتاد خیلی هم نگوش کن چیزی که شما در ظاهرش کنید اما یکی یک حرف عاشقانه این سر جمع زن ایشی از روی آهنگ هتل کالیفرنیا روی ایلز کشف بوده تقریبا 35 سال پیش ایل این موضوع کشف بوده چیزن چرکوبر تیم بود نظام در هتل با در رای موهای کنی نباز خلاص سرجم یک حرف عاشقانه ایجن اما یک جای به صورت اتفاقی آن 1996 سال چاپ انجیل شیطان توسط آن کان لابیس آ سال اشاره کرد خب کسانی که موسیقی بسن تواهورش بده دسته تشیه یک همچین چیز فرایندش
طبیعی نبود. یخته یانگیز چندین بار گوش کرده نزنان هجانی رو چه کرده بود دیستن بشنه همه چیز در ظاهر طبیعی و آقای مشمه پاک ده هفته دیسته دیدن بعد این نوار قصدن هستن شما این نوار رو توا بکنید برعکس بکنید بعد یک سری چیزان رو نامفهوم در بید بیاد کرده یک چیزان نامفهوم به قابل اشکوتین و قابل درکی بگی در بید یک خوی یک جمله مفهومی وسط ظاهر بکنید اگر به شما دقت بده شما در حال اشکوتینید من الان خبر کنم یک نفر آرام یک چیزی رو بغل گوشش تکرار کنم آج چیز مغز شما خود ناخودآگاه شما دریافت کنم خودآگاه شما که این جمله بگوید من تجزیه تحلیل کن آج چیز دریافت کنم حتی اگر من رابطه یک آزمایشش انجام دادت من شرکت پپسی و شرکت کوکا گوش انسان فرکانسای پایین 4000 و بالای 12000 رو نشونه با فرکانس بسیار بالای یعنی بالاتر از چیزی که انسان بشونه نام کوکا تکرار کنه مثل بلنگوان اطراف با بلنگوان مخصوص این نام کوکا تکرار کنه و دو دانه سنتو یکی پرسی که کوکا یا جمع گردنه گردنه تمام مشابان کوکا از رو بود بلا استثنا و انسان شرطی بود نسبت به این موسیقی که من شما رو گفت این نوار یه بوده شبکایش کرد این موسیقی شبکا کرد و بوده بسیش بله ایشی فهمید نار مسیج و پیام های ناخداغه ایشی علمیت موسیقی به نام ریورسینگ و در دنیای رسانه به شدت از یک چیز استفاده بود
شاهد یک هنر پرفورمنس یا هنر اجرا بودیم که پرفورمر این کار استاد عزیز جناب آقای شاهزهی بودن که خیلی واقعا جا داره که ازشون تشکر کنیم که خیلی زیبایی رو کردن. در واقع شما ارتباط خداگاه و ناخداگاه رو اینجا دیدیم. یک فردی بود که خداگاه هست میاد با یک اتفاقی روبرو میشه و برمیگرده به ناخداگاه و ناخداگاهی که کم کم در زندگی روزمره با اتفاقاتی که در زندگیش میفته با گذر زمانی که شما اینجا حس کردیم و روزهایی که میگذره در زندگی این فرد و ناخودآگاه کم کم و کم کم شکل میگیره و احتمال داره که بعضی مواقع خودش رو به عنوان یک سری چیزهایی که ما در ناخودآگاهمون داریم در زندگی روزمره جدید و آیندهمون نشون بده که باز یک گریزی زدیم به همون چیزهایی که در ناخودآگاهمون فرد اتفاق افتاده. سلام عرض ادب خدمت همه بزرگواران. اون چیزی که شما اینجا میبینید یک بازتابی از مغز انسانه که به دو قسمت خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم شده. اون قسمت کوچکتری که شما دارین میبینید در واقع ناخودآگاه ماه که در مغز انسان هم به همین صورته و حجم کوچکتری از مغز ما رو اشغال کرده و اون چیزی که تأثیر خیلی زیادی تو زندگی ما میذاره و تقریبا درصد خیلی بالایی از عواطف، احساسات و تصمیم گیری های ما بر اساس اون شکل میگیره بر اساس ناخودآگاه ما هست که تو این حجم که شما میبینید قسمت پایین و بزرگتر رو تشکیل داده. سایه ای هم که میبینید سایه ای که خودآگاه روی ناخودآگاه میندازه و باز هم نشد گرفته و ریشه در خودآگاه ما داره. سلام، شیلا بلومرزی هستم. نمیدونم چقدر اهل دیدن کارتون هستین. یک انیمیشنی چند سال پیش اومده بود به اسم اینساید آوت و کاملا داره همین رو میگه. همه آنچه که ما در زندگی تجربه میکنیم از بعد به تولد یا حتی در زمان جنینی هر روز آنچه که تجربه میکنیم به عنوان تجربه های تلخ، شیرین، شاد، ناراحت همه اینها یک تأثیری داره. یعنی توی این کارتون قهرمان داستان ما رایلی هست، یک دختر شاد شنگون، اهل ورزش، هاکی دوست داره و با تغییر مکانی که اجباراً براش پیش میاد به لحاظ روانی مقدار تزلزل پیدا میکنه و ما بیشتر آنچه که درون مغز رایلی اتفاق میفته رو میبینیم که به ما نشون میده همه آنچه که تا به حال از سر گذرونده به عنوان یک انسان همه این تجربه ها رنگ های مختلفی داره به صورت بوی های طلایی، آبی، سبز، قرمز میاد و یک جایی توی ذهنش ذخیره میشه که در واقع همون ناخودآگاه هست و زندگی و تصمیمات بعدی بر پایه آن اندوخته ای هست که حالا بیشترش شادیه یا بیشترش غم، بیشترش ترس هست یا بیشترش عصبانیت و این بالانس و این تعادل هست که باعث میشه ما در خودآگاهمون تصمیمات درست بگیریم بر اساس آنچه که در ناخودآگاهمون ثبت کردیم، ذخیره کردیم. ناخودآگاه من فکر میکنم چیزی بالاتر از خودآگاه ما نیست، فقط انگوخته هایی از خودآگاه ما هست. یعنی نمیتونه که یه حالت تسلط یا غیر قابل کنترل بودن داشته باشه، چرا که ناخودآگاه رو ما بر اساس تجربیاتی که در زندگی کسب میکنیم شکل میدیم. ممکنه در گام بعدی تصمیماتی که از ناخودآگاه میاد حس کنیم ناخودآگاه بر ما تسلط داره، اما این خود ماییم، تجربه های زندگی هست، شاید خواسته یا ناخواسته خیلی از اتفاقات زندگی در کنترل ما نیستن، اما قطعاً تأثیری، تجربه‌ای روی ناخودآگاه می‌ذارن که اون شالوده و شکل کلی ناخودآگاه رو تشکیل میدن. من فقط می‌خوام یه تفاوت اینجا قائل بشم بین
ناخودآگاه و گفتگوی درونی یا اون نشخوار ذهنی. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن گفتگوی درونی همون ناخودآگاه هست. این فرق داره. ناخودآگاه رو نمیشه بهش انقدر سریع دست پیدا کرد، در صورتی که شما میتونید با تکنیک های گفتگوی درونی رو کم کنین، کنترل بکنین یا به سمتی که میخواین سوقش بدین، اما ناخودآگاه رو نمیتونین. اون نشخوار ذهنی، اون گفتگوی درونی که تمام وقت شما شاید توی ذهنتون موقع هر کاری، موقع غذا خوردن، موقع تلویزیون دیدن، موقع حتی صحبت گوش دادن و صحبت کس دیگه ای میاد توی ذهنتون، اون یه چیز دیگه است. اون کاملا آگاهانه است و متفاوت است از ذهن ناآگاه. عزیز سلام و ادب احترام خدمت همه شما، مریم علیزاده هستم. یکم امروز میخوام از حوزه کاری خودم بزنم بیرون، برم توی حوزه ادبیات. من مدرس زبان انگلیسی هم در معلم زبانم، ولی یعنی جسارت این که البته عذرخواهی میکنم دوستان علی اینجا هستن صد درصد، اینکه میخوام مثلا یکم ناخودآگاه رو توی حوزه ادبیات بررسی کنم، شاید علتش این باشه که توی دوره کارشناسی لیسانس هم رشتم ادبیات انگلیسی بوده، یعنی خودم ادبیات رو یه جوری در موردش خوندم و یه اطلاعات کم و کدری توی بالای چی دارم در موردش. ما توی کلاس های دانشگاهمون واحد داشتیم به عنوان نقد ادبی و چهار واحد اونجا پاس میکردیم. توی این واحد نقد ادبی توی دو واحد اولیه از شما مکاتب ادبی رو میخوندید، توی دو واحد بعدش میومدید رمان، نمایشنامه، شعر یا هر مثلا اثر دیگه رو نقد میکردید در اساس دانسته هایی که شما توی مثلا نیم سال قبل خونده بودید. و بعد موقعی که من اونم موضوع مثلا بحث شما این زمینه ناخودآگاه خود به خود برگشتم به اون اطلاعاتی که شاید 15 سال پیش مثلا توی ذهنم انباشته شد در اصل یا ناخودآگاه هم بود، و بعد رفتم در طول این هفته یکم اومدم سرچ کنم، یکم آپدیت کنم خودم رو، بررسی کنم، به این مقاله‌ای برخوردم که خیلی اطلاعات جالبی توش بود و دوست داشتم اون اطلاعات رو اینجا به اشتراک بذارم. عنوان مقاله بود از ناخودآگاه نویسنده تا ناخودآگاه خواننده در نقد ادبی. خب شما میدونید دیگه ما تو حوزه ادبیات وقتی یه چیزی رو نقد می‌کنیم باید یه معیار داشته باشیم برای نقد. اصلا هر جایی وقتی انتقاد هست باید یک ملاک و معیاری برای انتقاد باشه. حالا ملاک و معیار انتقاد در ادبیات مکاتب ادبی و مکاتب روانشناسی. خب توی زمینه ناخودآگاه دیگه همه الان می‌دونن دیگه، فروید اومد مثلا یه چیزایی رو گفت و بعد روانشناسان بعدی. اما بر اساس اون چیزی که توی این مقاله من خوندم این بود که زمینه ناخودآگاه توی آثار ادیبان قبلی بوده و خود فروید توی قرن 20 وقتی که میاد متوجه این در مورد زمینه ناخودآگاه میخواد بیشتر تحقیق بکنه و مثلا سرش داشته باشه، خودش عنوان میکنه، میگه ما در سده های قبل، در قرن های قبل زمینه ناخودآگاه رو داشتیم، اما اینجا میخواییم یکم بیشتر موشکافی بکنیم، در موردش یکم بیشتر برمکافی بکنیم زمینه ناخودآگاه رو. حالا چی بهتر از ادبیات یا هنر؟ چرا حالا ادبیات هنر؟ به نظرتون چرا؟ چرا مثلا فروید میاد تو بعد ادبیات زمینه ناخودآگاه رو بررسی میکنه یا توی آثار هنر؟ در شرط چیزی که الان سرمون میکنه معمولا میره یک روشه و میخواد فعالیت انجام بده که اگه اون الان چیزی که تو ذهنش هست توی زمین رفت تو زمین ناخودآگاه بخواد بروز بده، خب بالاخره ممکنه که جامعهش رو ترک بکنه یا سر بالاخره به هر حال محتملی قرار بگیره، میره در واقع مشغول میکنه خودش به فعالیت هایی که مورد پذیرش جامعه هست. حتی خیلی نویسندگان ممکنه که یک سری مشکلاتی داشته باشن که حل نشده، حالا میاد در قالب شعر، در قالب داستان بروز میکنه، یا خیلی از نقاشان ممکنه که یک سری داستانی رو در واقع خلق بکنن که حالا اون افرادی که تو اون حوزه روانشناسی تخصص دارن بررسی بکنن، اینا متوجه میشن که یک سری مشکلات حل نشده ای دارن که پیش در این آثار درسته، در این هم شما درسته، ولی یکی از ابعادی که فروید اومد مثلا این وضعیت توی ادبیات پیش کشید و توی هنر این بود که ادبیات و هنر میراث ماندگارن.
یعنی این که من شاید به عنوان نویسنده یا مثلا هنرمند از بین برم خودم، هستی من پایدار نیست، ولی اون هنری که من به جا میذارم یا نوشته که به جا میذارم که یه ابعادی از اون هنر یا نوشته من برخواسته از ناخودآگاه منه، موندگار تا سالیان سال تا قرنها همچنان میتونه بمونه. پس اومد گفتش که من بیام توی ادبیات واکاوی بکنم و اونجا بود که تازه نویسنده به خود نویسنده یا هنرمند ارزش بیشتری دادن. یعنی اومدن گفتن که خب ما همیشه کتاب رو می‌خوندیم، کتاب رو نگاه می‌کردیم، حالا که قرار زمین ناخودآگاه انسان‌ها توی آثار هنری و توی آثار ادبیشون تأثیر داشته باشه، پس بیایم به خود نویسنده یکم ارزش بدیم و نویسنده رو بکنیم داور یا قاضی همون مثلا اثر هنری یا هنرمند، اثر ادبی یا هنرمند رو بکنیم داور اثر هنری. یعنی فروید برای این اسمش خیلی میاد، بعد از فروید خیلی به زمین ناخودآگاه کار کردن، اما فروید برای این خودش بول شد، پررنگ شد که اومد اینو وارد روانکاوی، اصلا حوزه روانشناسی به صورت تخصصی کرد و اومد به جای اینکه حالا بیاد توی چهار نفر آزمایش انجام بده، اومد توی حوزه ادبیات به صورت گسترده یه سری آزمایش انجام داد و اومد گفتش که زمین ناخودآگاه یه چیز فردی و شخصیه. یعنی تجربه های یک فرد از کودکی، محیط زندگیش، هر جایی که حالا بوده و تمام اتفاقاتی که در طول دوران زندگیش براش افتاده توی ناخودآگاهش ثبت شده. ما میدونیم که در کنار فروید ما یه روانشناس دیگه ای داریم، کارل یونگ رو داریم. یونگ همزمان با فروید مثلا وقتی با هم دیگه کار میکردن یه اشتراکاتی داشتن، اما از یه جایی به بعد تو بحث زمین ناخودآگاه که پیش اومد، یونگ اومد یه نظریه دیگه رو برای اولین بار اصلا پیشنهاد داد. اون نظریه ناخودآگاه جمعی بود. یعنی فروید میگفت شما ناخودآگاه فردی دارید، ولی یونگ اومد گفتش که نه، ما یه سری ناخودآگاه جمعی، یعنی ما یه چیزی داریم در درونمون به عنوان ناخودآگاه جمعی که اصلا فکر کنید ژنتیکیه، یعنی ارثی داره به ما میرسه از نیاکانمون، از اجدادمون و بین تمام انسان‌ها مشترکه. یعنی چی؟ مثل بدایت جنسی، مثل معنویت، اون چیزایی که ما گاهی اوقات مثلا یک اتفاق رو میبینیم در طول دوران زندگیمون هیچ وقت بهش فکر نکردیم، اما وقتی اون اتفاق، اون حادثه جلوی ما اتفاق میفته، احساساتمون نسبت به اون اتفاق حادثه خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم. مثلا میهن پرستی. خب وقتی شما هیچ وقت در طول دوران زندگی تو خودتون آدم ناسیونالیستی فرض نکنید، اما یکی میاد به وطن شما، به شهر شما، به جایی که زندگی میکنید توهین میکنه، اون اکثر عملی که شما دارید خیلی بیشتر از اون چیزیه که در طول دوران زندگیتون داشتید بهش فکر میکردید. یعنی این میاد اینجا ناخودآگاه جمعی رو میاره وسط و این دو تا نظریه اصلا باعث میشه که توی قرن بیستم یه تحول توی ادبیات، یعنی وارد بشه توی هنر و ادبیات و هنر رو ببره به یه مرحله جدیدی برسونه که سورئال ها اومدن. هنرمندای سورئال ما داریم، من هنرمند توی جمعی که 100% بیشتر از من اطلاع دارن. اون تابلویی که خانم کریمزاده داشتن آمدش صحبت میکردن، نقاشی سالوادور دالی، یکی از مثلا کسانی هستش که از سورئالای معروف هست. خب سورئالا چیکار میکنن؟ سورئالا میان میگن یعنی سورئالیسم یعنی فرا واقعیت بودن. من میان واقعیت رو با رؤیا، با خیال، با آرزو قاطی بکنم، این دوتا رو با هم میکس بکنم. از همین فعالیتی که شاید روزانه داریم میبینیم، یعنی مثلا این صندلی، بیام یه تصویری بکشم که از فرای قوانین آگاهانه دور بر منه، یعنی با روح و روان خودم بازی کنم بیشتر از این که خودم رو محدود بکنم به قوانینی که آگاهانه به من غالب شده. ما میدونیم آدم ها خلاقیت هاشون رو، استعدادشون رو، هنرشون رو تا یه حدی توی لابانی میتونن نشون بدن. همه آدم های خیلی ما مربان آدم های خلاق میشنسیم، آدم های خیلی با استعداد، نظری فرداز های خیلی درست، آدم های یکی که پاشون از اون چارچوب و قوانی کنار گذاشتن، یکم رفتن درون خودشون رو باشکافی کردن، لایه های پشت سر ذهنشون رو باز کردن، ناخودآگاهشون رو یکم کشف کردن و اومدن جلو. ما یه سورئال و یه نویسنده و شاعر سورئال داریم به نام آپولینر. آپولینر خودش شاعر فرانسوی ایتالیایی هست که توی جنگ جهانی اول خودش میره جبهه، بعد اونجا توی جبهه خب می‌نویسه دیگه، شاعر بوده، نویسنده بوده، در طول تمام مدت
کسی که می‌نویسه تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه روانشناسی یکم جنگ رو بررسی می‌کنه و به خاطر جراحتی که توی جنگ براش پیش میاد زود از دنیا میره. اما منتقدینی که همون زمان بودن میان آثار ایشون رو بررسی میکنن و میان میگن که این فرد ضمیر ناخودآگاه خودش رو توی آثارش به جا گذاشته و این ضمیر ناخودآگاهی که به جا گذاشته بخشی از ضمیر ناخودآگاه جمعی بشریت در مورد جنگه، چون تجربه جنگ رو داشته و میگه اگر من میام اگه 200 نفر میگم شما بیا در مورد جنگ بنویسید شاید خیلی چیزهای مشابه با نوشته‌های ایشون پیدا بکنید. بعد از این اتفاقات توی اواخر قرن مثلا 20 توی دهه 60 یه سری باز منتقد ادبی اومدن که باز توی حوزه روانشناسی کار کردن، اینا اومدن یه بحث رو پیش کشیدن با این عنوان که تحلیل و نقد ادبی رو ما میتونیم در پس آرایه ها و استعاره ها و کنایه هایی که خب توی شعر گفته میشه توی داستان گفته میشه بیان یه اسطوره شخصی نویسنده و هنرمند رو پیدا بکنیم. چجوری؟ من با عنوان نویسنده میام یک شخصیت رو، یک قهرمان رو، یک بامرد رو به قول ولیچا میارم میذارم وسط و تمام آمار و آرزوها و خیالات خودم رو پنهان میکنم در پشت این استعاره ها و کنایه هایی که میخوام بگم و این شخصیت رو من اون میدم به سمت جلو. حالا یه منتقد چیکار میکنه؟ منتقد میاد همین شخصیت رو واکاوی میکنه، تمام اون آمار و آرزوهای طرد شده من رو از پس همون قهرمان داستان از ناخودآگاه من میکشه بیرون. به خاطر همین هم هست که خیلی وقت ما یه کتاب رو میخونیم و مثلا بعد که میریم نقدش رو میخونیم میبینیم که توی نقد اون کتاب نوشته توی این کتاب مثلا امیال طرد شده، آرزوهای طرد شده نویسنده توی این کتاب در فلان شخصیت کتاب پنهان شده، یا مثلا ما این شخصیت رو توی کتاب باهاش همزاد پنداری داریم، یه شخصیت رو باهاش زندگی میکنیم، تمام صحنه‌هایی که اون فرد داره اونجا مثلا زندگی میکنه من همزمان باهاش هستم و همین باعث میشه که من بعد از یه مدتی بیام به یک هنرمند علاقه خاصی داشته باشم، یعنی پیرو و فالوور کتاب خاصی باشم توی ادبیات. چرا؟ چون من توی ضمیر ناخودآگاه هم یه چیزایی احساس میکنم که نتونستم بیانش بکنم، نتونستم به حضورم، اما اون نویسنده و هنرمند با اثرش اومده اون رازهای درونی و چیزایی که توی ناخودآگاه من هستش رو خیلی قشنگ بیان کرده. و در آخر فقط یه نوشته خیلی کوتاه، یعنی بگم شعر کوتاه که چی؟ ما همه تو رو تو رو وقتی تو ادبیات میخونیم مثلا توی ادبیات ما توی زبان فارسی تحلیلش میکنیم میگیم تو ضمیر دوم شخص چیه؟ مفرده. و مثلا وقتی درس میدم بر بچه هم هزارم تو کلاس درس، اما من چند سال پیش یه چیزی نوشتم با این عنوان که تو ضمیر ناخودآگاه هست وقتی من اول شخص مفرد باشم. من خیلی خوب صحبت کنم. از نظر من زمین ناخودآگاه هست یه چوکی که منطق سریع نبی و مثل یک بوری که قدرت جادویی هستن که توانایی انجام هر کاری هست. یکی هم مشکلاتی که توی این در 15 سال اخیر هم که بیشتر شده بحث سودجویی افرادی هست که مثلا تو تبلیغات و اجزن شما خواهدان اجازه رو باز کنیم که مثلا حتما تبلیغاتی یا اینجوری من دقیقا مثلا داشت مثلا تا یه سفر رو باز میکنیم ناخودآگاه تو بررسی کنیم، نمیدونم برنامه ریزی کنیم تو خواب انگلیسی یاد بگیریم، چه میدونم برای محفظیت ناخودآگاه رو از اول شکل بده، اما چقدر میتونم کارشون درسته و چقدر علمیه و کاربردی و کار میکنه واقعا باید یکم در موردش بکنیم و نسخه ای که مثلا برای یه نفر مثلا جواب میده مطمئنا برای همه جواب نمیده. سلام، خسته نباشید، شب جوان این شده تا اینجا. خب من ایمان عمره هستم، به نویسندم علاقه دارم خیلی به موسیقی و چندین زبان بلدم. خب یا یه چیز راجع به بچه میگفت که ناخودآگاه مثل بچه است، خب حرف نمیزنه
حرف نمیزنه، هیچ کاری نمیکنه و در واقع یک جور انتقاد، یک جور انتقادی که به خودت میدی خب، و اون چیز به صورت یک فتح توی شخصیت خودت چال میکنه. بعد خیلی فروید هم با این مخالف بود. خب سال 1933 حرف رو پیش کشید و خب یعنی یک رامان کاب بود و وقتی اومد این بین واسه خودش گفت، چون گفت که ببین چیزای زیادی هستن توی دنیا و ما روانکاو ازش استفاده میکنیم، مثل هیپنوتیزم، مثل اینکه شخصیت درونی اون شخص رو بیاریم بیرون و خب قشنگ نشون بدیم که در واقع یک بچه است. من نمیدونم شما ناصر یاسین رو میشناسید نه، یا نذری که یکی از اینفلوئنسرهای یوتیوبه و خب من خیلی خوشبخت شدم که 11 اکتبر همین امسال توی دیسکورد با هم نشسته بودیم داشتیم صحبت میکنیم سر قضیه ای و اون میگفت که خیلی از چیزای روانی ما توی بچگی شکل میگیره. من خودم از بچگی خواهرم عمه هم با من انگلیسی صحبت میکردم، باعث شد بود که ناخودآگاه من بشه و وقتی خیلی بیشتر روانی شدم شاید باور نشه کل این جلسه داشتم تو ذهنم با خودم انگلیسی حرف میزنم، شب میخوابم گاهن خوابامو حتی به اون زبانه. وقتی نازلی میگفت گفت که من امارات بودم و خب خانوادم با من اینجور بودم، خب ناز ناصر بودیم خوابش میگیم نز، اون یک تراولیسته و میره دور دنیا میچرد و از این کارا میکنه و مثل من یه اخلاقیتی داره که نسبت به هیچ کسی هیچ کیت و چی نداره. و بعد میگفت که خیلی جالبه خانوم ایشون مسیحیه و خب پورک یا خود میخورن و خودش گفت که من نمیخورم، من مشروب نمیخورم. چرا؟ درسته اونقدر افرادگرایی نیستم، نیست ندارم که به صلاح چی کنم یا نمیخوام به صلاح چی کنم، ولی چون از بچگی مادرم به من گفت این تو دل من میمونه و این هیچ وقت دوست نداشتم این کار رو بکنم، اون ناخودآگاه من بود که همه چیز رو اوید میکرد. و بعدش هم نکته دیگه بود همین قضیه اوید، ما یه چیز داریم به اسم به صلاح صفر اویدنس که نسبت به اون هست توی حد زیست شناسی که میاد میگه که ما گاهن به خاطر پوستمون چون هی میاد بدنمون نسبت مثل یه عطر که میزنیم بعد از چند دقیقه گوش میره، چون بدنمون دیگه نمیخواد اون چی کنه، بعد یا مثلا لباسامون بعضیشو نمیخواد چی کنه. و خب همه این چیزها هستن توی ذهن آدم و خب فکر کنم دیگه راجع به این همه چیز بحث شد. حالا من میخوام یه داستانی از خودم بگم که آره ناخودآگاه آدم با آدم شکل میگیره و نسبت به جامعه و نسبت به افرادی که دور و بر ما هست همیشه اینطوره در حال به اصطلاح چی شدن ترسیه. مثلا همین امشب ممکنه خیلی به من تأثیر ایجاد بده و همون ترنگوری که شما میگین ممکنه به من بخوره، شاید یه داستان جدید شروع کنم و نوشتم. من چند سال پیش داستان گم شده رو نوشتم واسه آرمان فرستاده بودمش و خب اون چیزی که من هیچ وقت از گذشته خودم نیومدم نه نوشتمش و اومدم یه چیزی کاری انجام بدم که سعی داشتم مشکلات و آرزوهای ذهنی که تو دلم بود به خاطر اینکه اون اخیراً یکی از عزیزام از دست داده بودم و به خاطر همین که خودم وارد می‌شدم با موسیقی که آقای بزرگزاده اینجا بودم و برایستم راجبش صحبت میکردم، چون با موسیقی میرفتم تو اون حس حالی که اون شخصیت بود و خودم از خودم بیان میکردم برایم و خب این خیلی تأثیر داشت و باعث شد که داستان من خیلی عمق و بهتری بگیره. و دقیقا این چیزی هست که همونطور که گفتیم دادا نویسندار سوریالیستی بخواهیم مثلا بس بررسیش بکنیم، آره خیلی از چیزها از عقب بایش وارد میشه، خیلی از پیشینه های ذهنی ما واردش میشه و این میشه که همین ذهنی که ما هست.
سلام دوستان عزیز، بهره بردیم از سخنان شما. چیزی که ما میخوام بگم در مورد یه وضعیتی هست که بهش میگن دژاوو. این آهنگ هم که شما شنیدید دژاوو بود که گروه انیگما اونو درست کردن. کلن سبک موسیقی انیگما در سبک نیو ایج هست که به سبکی هست که بیشتر به مسائل ذهنی و فلسفی و چیزا مربوط بشه. خب این چیزی که من میگم یه چیزی هست که تجربه شخصی من هست. من از بچگی دوچارش بودم، خیلی شدیدم دوچارش بودم و نمیدونستم چی هست و به هیچ کس هم نمیگفتم چون میترسیدم که شاید مثلا فکر کنن که مثلا ممکنه من دیوانه باشن یا همچی چیزی. این دژاوو یا آشناپنداری چیزی هست که تحقیقات نشون داده چیزی در حدود 70% مردم حداقل یک بار در زندگیشون تجربهش کردن. اولین کسی که اینو به صورت آکادمیک اومد بررسیش کرد امیل بویراک بود در سال 1876. اینو بررسیش کرد و دلایل مختلفی براش ارائه شد. تقریبا 40 تا نظریه برای این حالت دژاوو ارائه شده. خود دژاوو یا آشناپنداری یه حالتی از ذهنی انگار این که شما مثلا وقتی که در یک موقعیت جدید میرید یا مثلا نشستید یا رانندگی میکنید یا در یک فضایی هستید، فکر میکنید که این صحنه‌ای که الان میبینید قبلا دیدید، قبلا اتفاق افتاده و شما کاملا اون رو دیدید. یا یه شخصی رو میبینید فکر میکنید این شخص رو یه جایی دیدید. و خیلی جالب اون موقع که من بچه بودم این حالت برای من پیش میومد، احساس میکردم که چند تا مرحله بعدش هم بلدن چی میشه. بعضی وقتا درست در میومد، بعضی وقتا درست در نمیومد. از نظریاتی که در مورد این حالت دژاوو میگن یکی تناسب روح هست. میگن که مثلا یه سری جریانات روحی هست که تغییراتی که در روح انسان اتفاق میفته. بعضی هم میگن که دخالت روح انسانه در مغز انسان، در ذهن انسان. بعضی هم میگن این یک نوع روشنبینیه. بعضی هم اینو یک حواس فراتبی در نظر میگیرن. بعضی هم اونو به عنوان یک پیش آگهی یا پیش آگاهی در نظر میگیرن. بعضی هم اونو در دلیلشون استراب میدونن. به هر حال استراب، افسردگی، اسکیزوفرنیا و نهایتاً فیزیولوژیستایی که در قرن 20 بودن این رو ربط دادن به مغز انسان. میگن که چشم انسان از لحاظ ارتباط با مغز انسان طول عصبهایی که از چشم راست با چشم چپ هست متفاوته. به همین خاطر چیزی در حدود مثلا 25,000 ثانیه طول میکشه که مثلا چیز تصویر که شما مثلا با چشم راست میبینید تفاوت داره یا مثلا دیرتر میرسه به مغز با اون چیزی که در چشم چپ میبینید. همین باعث میشه که شما اول اون صحنه رو با چشم راست میبینید، این میره داخل مغز پردازش میشه، بعد از مثلا میلی ثانیه چشم چپ رو میبینه، اون مخابره میکنه به مغز و همین ما احساس میکنیم بله اینو قبلا دیدیم، در حالی که اشتباه مغز. البته این یک نظریه است، ممکنه درست نباشه. از این از لحاظ فیزیولوژی بررسیش کردن، حالا دخالت دادن قسمت‌های مختلف مغز رو در ایجاد این حالت. بعضی هم میگن این به خاطر رویا هست، به خاطر خواب هست، به خاطر خیال پردازی هست. یعنی یا خیالای ما باعث میشه که ما این صحنه رو آشنا در نظر بگیریم، یا خوابایی که در شب دیدیم، یا کلا یا برحال رویاهایی که در ذهن ما میاد. در کنار این یک چیز دیگه هست بهش میگن جیمز بو. جیمز بو یعنی چیز هرگز دیده نشده. یعنی شما میرید توی مکانی، توی جایی با شخصی برخورد میکنید در حالی که اون آشنای شماه یا اون مکان رو قبلا شما دیدید، یک لحظه فکر میکنید که این مکان جدیدی، اصلا قبلا اینو ندیدید، برخلاف اون دژاوو هست. و چیزی که این ربطش میده به ضمیر ناخودآگاه و اون چیزایی که شما گفتین، ممکن از ضمیر ناخودآگاه انسان باشه، مربوط باشه به یک چیزی که قبلا در ذهن انسان بوده. حتی اینو بعضیا ربطش میدن به شهود، به دریافتی که بدون واسطه ما از یک چیزی کسب میکنیم، مثلا اون چیزی که پیامبران کسب میکنن، اولیاء الله کسب میکنن. جالب شخصی بعضی وقتا ما با هم میشستیم بحث میکردیم، میگفت که اینا علتش اینه که مثلا اینایی که این دراویشی که میرفتن در سونیا اسلاید در زبان بلوچی که توی چله خانه هست، میرن موقع 40 روز، 1 ماه، 2 ماه، برها، میگفت علتش اینه که اینا
چون گرسنگی میکشن این فیزیولوژی ذهنشون مغزشون تغییر میکنه و یه چیزایی تو ذهنشون میاد که واقعی نیست و فکر میکنن اونا رو دیدن یا میبینن. مثلا حتی بعضی که میگن جلو رفتن که میگن مثلا اون ذهنیات حضرت عیسی یا مثلا فرض کنید حضرت پیغمبر چیز مثلا چیزی به نام وحی نداره، این مثلا همون ضمیر ناخودآگاه پیغمبر بوده که این چیزا رو درست کرده، مثلا بهش رو درست کرده، برزخ رو درست کرده، مثلا کلن اعمال رو درست کرده و در هر صورت ما کاربون نداریم. ولی اینو میگن که حتی خیلی جالبه، مثلا مادر من که در سن 75 سالگی هست الان 4-5 سال دچار دیمان شده، یعنی حالت زوال عقل، البته در حد پیشرفته نیست، در حد چیزی هست که مثلا تا 1-2 ساعت قبل به ذهن بیادش نمیاد، مثلا ممکنه مال 70 سال قبل شده تو ذهنش باشه ولی مال 3-4 ساعت قبل تو ذهنش نمیمونه. بعض وقتا میشه چیزایی برای ما تعریف میکنه که اصلا مشخصه که اینا رو ذهنش ساخته، یعنی انگار که به فکر میکنه اینا رو، مثلا میگه من با پدرت رفتیم اصفهان، رفتیم پیش فلان دکتر، این دکتر اینجوری گفت، با فلانیا همراه شدیم، رفتیم مثلا شما رفتیم این کار کردیم، در حالی که اینا هیچ کدومش اتفاق نیفتاده ولی جوری اینا رو تعریف میکنه که انگار واقعیه. خب این هم بعد میگرده به مثلا به همین ضمیر ناخودآگاهش که از اونجا بعد فکر کنه که ناخودآگاه یه چیزیه که یوی بیل دست رسه دیگه بسته همین هم دازه بر اساس میشی بهتون یک دو داستان خلاصه وار بگم. داستان اول مربوط رو به یک دو هم کلاسی که ایشان بر اثر مرور زمان از خود به جدا رو اما تا زمان این کلاس بوده همیشه یه سپیشیش بوده که برای گنج در دیجه نمیدونم یک کارای بکنه تحقیقات مختصری کنه تا کتابا که بعد یا جادوی رو و مفهمتانی مغمره و آگنی رو بلان و گور بگندی رو دفینه درگیزی رو شام بعد از چندی وقت شام پاس که اپنی دیگر رسیم و شخصی که اصلا علاوی هم نمیت بگیجیان پر میدوینا شیبی یک چیزای رسی و معروف رو تای همه شهر پستان حالت همه جاگه پاسته روستای و خواسته و نخواسته چیزی بگنده بوده یک قبری هم یک قبری زیر شهان به دومیده هم با واقعا ما موده هست وقتی خواست کنه یا مثلا بوده دفینه هم بدونیشی که تحقیق بکن چی بکن پاو پا چارته هم ایده بود دفینه هم همیشه بو که افراد سوجو آدم ها دنبال پول کلانه تو این چیز این مدل آدم ها دنبالی بکن و ایشی مجبور بود چه رو کن این رفیق بگر دستی و بخاطر شد که گوین ارتباط بود ضربه گنده و تیگه ده نه چندی سرگار و بعد از چند سال در گیجه ده حالا یارتی تا اتاق زندانی یکن تو سینجین یکن تو چی یکن تو آخر پاد کو کی تو کی یازن سال کج بوده ہے مویش کتا کی تو رابطه ہے این ویشره هندوستان تا این دنم چی یاد گرفتا کی تو بتوانه با ما چشم ای چیز در گی جائے واقعا راست حقیقتی که تو چشم چپی یا خرمش سفی دیرا با یا که ای بول کروس سوری نیا قاعدی کور تو ران چپی همی چیزانی که اعتقاد شای سهرگرانا که ران چپی گرگ آفای سه سو بوره کرده و الان چشم جهان بینه تاس و فلانه دماده ایم و یک سری اتفاقات داستان که په آخر پر بازم گیری هر و واقعا تو ربطه ای جرگه هنه دیسه نه و نه و هیچی ندیسه شای یهودی هنگ رو یهودی نا خود آگه هم یهودی به نظر موید هست و واقعا هم راسته بود بعضی موقع هم ممکنه هم مبود شیطان چیزی رو کمون تدکی داستان به نام سرخن افسانه سرخن رو اشتا تشرا سرخن نامی رو که جنن سر ای بچه کن آگه اونو که مودین سوهرین، ابروین سوهرین، ودی سوهرگی پشمکوخ کلا سوهرینی و لحت دفینه دیگران درگی جایم کن ما اجازه ندیم از جنناتو که ما اجازه ندیم وارد بوه مگر شید حاضر بود
چون یه سری اعتقادات هایشان که باید یک قربانی بکنیم و سایش ها که ایشان با من قربانی بوده اسفاده بکنیم و پا می حاطه رو تو موت چیه داتا و گرد نه چی و پس یه هزه سال چی کرتا و تو رب تو ارمات رو بندیم کرتا ارمات رو بندیم ساخت ما سازی یه کارا نه کرتا نگه داتا پوچان بکن گرد باکن ورکی تو چی کمونه مویسا کاره یه تو فکر رو همونه کوئی بنا ورگو تو چی رتا شی اکین داستان و داستان باید دار موتی این آخو داگا که همیل من پای غریزه بوان حس نیل غریزه ایشان بوان چیزی که مجموع پای شکتا وقتی که پیغمبر سن پس صحابیه بود که ایشان از پس که زیره کو باروشن نام شکن دعات اصحاب دعات سه نفر مغیره در زمان قبل از اسلام تعریف کم ما سینا من در مکه تون کنار بودی بایا که همه کنتکت کلاشتو هنچ بازی کنم معاویت گوتفی تی سوار شکرت تا یکی از مستان به طرف شامی حرکت کو و خالد در حال تعمید کرتن شمشیر چون یک شمشیر زن معروف اسلامی همایی ہو دیگر ما با ذهن وقت با همه غریزه که خدا ما را داتا ما شطرنج کو اما بعضی که مسلمان بوده چون ندن که این شطرنج پرکین بازی غیر چی بود ترتزاد بود شر بی خیال بوده و دیگه ادامه این ندن شی چیزی که مو از غریزه و ناخود آگاهی و ایچیزان در قالب درستان خدمت درستان کنید. به نام خدا، بیاد خدا و برای خدا. عرض سلام و ادب و احترام از ذرع ایکایی که شما نازنین مهربانان استفاده این کو از صحبتان ایکایی شما بزرگ بارم. چند مبحث من رو یادداشت کرده در خصوص اراده برخی از دوستان. جناب استاد آرام هم داستان‌های غیر واقعی مادرشون رو مطرح کردن که بخشی از صحبت‌های من شاید بتونه این داستان‌های غیر واقعی رو پوشش بده. ما یک قدرت و در واقع یک واقعیت خفته و پنهانی رو داریم به نام ضمیر ناخودآگاه که متاسفانه قاطبه مردم جامعه ما، عامه مردم جامعه ما نسبت به ذخایر بی حد و حصر، نسبت به هوش، نسبت به عقلانیت، نسبت به عشق درونی خودشون غافل. حال سوال ایجاد میشه که به چه نحوی ما بدونیم از این قدرت خفته، از این قدرت پنهان در تمام حیطه‌های زندگی خودمون بهره ببریم، استفاده ببریم. اولین معیار و ملاک اینه که ما نسبت به این قدرت خفته شناخت پیدا بکنیم، بشناسیمش و درکش بکنیم. ببینید ما در بحث فیزیک، در بحث ریاضی، در بحث شیمی هر کدوم از اینا قوانین و قواعد خاص مخصوص به خودشون رو دارن. ضمیر ناخودآگاه ما هم قواعد و قوانین و ضوابط مخصوص به خاص خودش رو داره. قانون ضمیر ناخودآگاه ما قانون باورهای ماست. خدای درونی ما برگرفته از باورهای ماست. خدای حقیقی، خدای واقعی ما جز اون چیزی که ما بهش باور داریم، اعتقاد داریم، ایمان داریم، قبولش داریم، بهش ایمان داریم، چیزی جز اون نیست. این همون باور ماست. هر شخصی کاپیتان و ناخدای زندگی شخصی خودش است. کار کاپیتان چیه؟ کار ناخدای چیه؟ اینه که دستوراتی رو صادر بکنه که در واقع بتونه کشتی رو درست هدایت بکنه، به صخره برخورد نکنه، به گل نشینه و در واقع از بین نره. افکار ما شبیه یه سری از دانه‌هایی هستن، شبیه یه سری از بذره‌هایی هستن که آماده هستن در زمین حاصلخیز ذهن ناخودآگاه خودمون اونها رو بکاریم. خب این بذر، این دانه فکری ما میدونه یک بذر و یک دانه فکری مثبت باشه یا منفی باشه، خوب باشه یا بد باشه، میدونه یک بذر و یک دانه گل خوشبو باشه، گل شبو باشه، گل نسترن باشه، گل یاس باشه، گل مریم باشه، میتونه در واقع یه بعض یه بوته خار باشه، یه بعض رو یه بوته در واقع علف هرز باشه. اما اون چیزی که خیلی مهمه در بحث این دانه ها، در بحث این بذره های فکری ما اینه که به زودی
این دانه های فکری، این بذره های فکری به صورت تجربه های مثبت و خوشایند یا گاهن به صورت تجربه های منفی و ناخوشایند در زندگی ما انعکاس پیدا کنند. اما نکته‌ای که خیلی بهش توجه بکنیم، ذهن ناخودآگاه ما در خصوص درستی، در خصوص نادرستی، در خصوص در واقع مثبت یا منفی بودن این دانه ها و این بذره های فکری هیچ اظهار نظری نمی‌کند، هیچ ایده و هیچ نظری رو ارائه نخواهد کرد. اگر خودآگاه ما، اون چیزی که آقای استاد آرام مطرح کردن، بحث داستان‌های غیر واقعی، اگر خودآگاه ما یک موضوع غیر واقعی رو به عنوان یک موضوع واقعی بپذیره، یا به قول سایکولوژیست‌ها و روانشناسان ما دچار یک خطای ادراکی بشیم، عدم تطابق ادراک با واقعیت رو میگن خطای ادراکی. اگر خودآگاه ما دچار یک خطای ادراکی بشه، این خطای ادراکی رو ناخودآگاه ما هم میپذیره. از کجا اومد؟ از خودآگاه. به کدوم سمت؟ به ناخودآگاه. به ذهن برتر، عقلانیتر از حتی خودآگاه، همون ناخودآگاه. به اون قسمت هدایت میشه و در دنیای واقعی ما میبینید همون غیر واقعی ها رو رفتار میکنیم، تجربه کنیم. هرچه ما در درون خودمون مینویسیم، هر چیزی که ما در درون خودمون یادداشت می‌کنیم، این درون چیه؟ همون خودآگاه. هر چیزی که ما در ناخودآگاه خودمون حک می‌کنیم، می‌نویسیم، همون رو در دنیای واقعی می‌خونیم. همون رو در دنیای واقعی تجربه می‌کنیم، همون رو در دنیای واقعی رفتار می‌کنیم. پس بنابراین در ناخودآگاهتون خوب بنویسید، مثبت بنویسید، درست بنویسید تا در دنیای واقعی درست بخونید، درست تجربه بکنید و درست رفتار کنید. ما فرمانده روح خودمون هستیم، ما فرمانده درون خودمون هستیم، ما فرمانده روان خودمون هستیم، فرمانده خود ناخودآگاه خودمون هستیم و به همین دلیل ما در واقع ارباب و تعیین کننده سرنوشت زندگی شخصی خودمون هستیم. پس بر اساس این نتیجه میگیریم که ما میتونیم، قدرت این رو داریم، اختیار این رو داریم که بتونیم انتخاب بکنیم، بتونیم تصمیم بگیریم. پس بنابراین خوب انتخاب بکنید تا خوب زندگی کنید، خوب تصمیم بگیرید تا سرآگاه باشید، خوب انتخاب بکنید تا کامل و سرشار از شادی و غرق در آسایش باشید، خوب انتخاب بکنید تا از زندگی لذت ببرید. گاهن متاسفانه انتخابهای ما انتخابهای تفویضیه، تقدیریه، آنیه، تسلیمیه، تسلیم تسلیمات دیگران میشه. من اینجا یادداشت کردم، وقتی از مطالب میخوام بگم، وقتی بین خواسته ما و تصویر ذهنی ما یک تضادی وجود داشته باشه، یک تعارضی وجود داشته باشه، یک تعارض گرایش اجتنابی وجود داشته باشه، قطعاً علم به یقین بدونید اینجا اون کسی که، اون مقوله‌ای که در این رقابت پیروز خواهد شد، تصویر ذهنی شماست، نه آن خواسته‌اش. مثال میزنم، شما مجذوب شخصی میشید، ازش خوشتون میاد، این خواسته شماست، اما تصویر ذهنی شما عیناً از اون تنفر داره، نفرت داره، ازش خوشش نمیاد. نمیخواستم اصلا اسم فرود رو ببرم، اما ناچار بود، چون بحث رو کرده روانکاوی و سیگموند فرود و دختر جانا فرود یه طولایی توی زمینه داره. مثال اینه که در عین حال که شما از یه شخصی خوشیتون میاد، اما ناخودآگاهتون ازش بدش میاد، اینجا تنفر شما بر اون جذابیت، بر اون خواسته شما غلبه میکنه. شاید بگید که غلبه نکنه، میگم آره ایراد نداره، غلبه نمیکنه، خواسته شما میاد بر اون ناخودآگاه شما غلبه خواهد کرد. وقتی میدونید تو زندگی چه اتفاق میفته، اون چیزی که شما خواستید ناخودآگاهتون نخواست، اون چیزی که شما خواستید در واقع خود واقعیتون نخواست. یه عمر زندگی کردن با رشته ترسیدی که اصلا دوستش نداشتی، یه عمر زندگی کردن با شغلی که اصلا دوستش نداشتی، یه عمر زندگی کردن با مرد و زنی که اصلا دارید براش تکمیل کنید جمله منو، اصلا نمیخواستی در واقع با اون باشید. یا به قول شاعر عدنان خراسانی، شاعر از اشعاری که شاید اینجا هستن کمک میکنن، میگه جناب گلوار دوستت دارم، دوستت دارم و دانم که توی دشمن جانم. ببینید، یه طرف میگه دوستت دارم، یه طرف میگه توی دشمن جانم، اینا در تضاده و تعارض داره. دوستت دارم و دانم توی دشمن جانم، از چه با دشمن جانم شده هم دوست ندارم. این از کجا میاد؟ از اون ناخودآگاه. ما
ما زمانی میتونیم به اهداف خودمون برسیم، ما زمانی میتونیم به یه سری از موفقیت های دست پیدا بکنیم که خود آگاه ما و خود ناآگاه ما در یک سو در یک مسیر همزمان میتونن در واقع چی حرکت بکنن. اون وقتی که ما میتونیم موفق بشیم، یا برگرفته از اون شعر حافظ انشاءالله که باشه، یا تا گل برخشانی می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. در واقع میخواد جلوی تمام موانی که سر راه برای رسیدن به هدف بگیره. اینجا هم خداگاه هم ناخداگاه دست به دست هم دادن تا بخواد به اون مسیح، به اون هدفی که در واقع مد نظرشون هست برسن. ناخداگاه به نظر من هنرمند واقعی به امروز بردبار نیست. ببخشید استاد، به نظر من هنرمند واقعی خانم میرا ملک زاده نیست. هنرمند واقعی آقای عارف خدابنده هم نیست، استاد عزیز نیست، جناب حسین بور نیست، خانم جوانی نیست، خانم بزرگزاده است. هنرمند واقعی میدونید کیه؟ هنرمند واقعی اونیه که به اعماق وجود ناخودآگاه خودش ورود پیدا کرده و به صورت کامل و کافی نسبت به خداگاه خودش اطلاعات کامل داره. اون وقت چی میاد بیرون؟ اون وقت میاد یه طراح موفق به ساق بهزه. اون وقت چی میاد بیرون؟ یک عکاس و فیلمبردار موفق مثل آقای خداوند. اونجایی که گفتن که این ناخودآگاه نمیادی نشد، دقیقا نظر اونجا میاد. یک نویسنده ماهر پیدا میشه، از کجا میاد؟ اگر راز در بین زنان و مردان موفق وجود داره، اون راز تنها این میتونه باشه که شخص با ناخودآگاه خودش ارتباط برقرار کنه. این بزرگترین رازه. راز زنان و مردان موفق در خود جامعه بخوایم بگردیم، یعنی در واقع توی طرح شهاب هم ماده بونه این معلم اصلا شناسایی و هدایت استعدادهای برتر از پایه چهار شروع میشه، بتونیم به اون زمین ناخودآگاه پی ببریم، استعداد شناسایی بشه، کشف بشه، در همون جهت در همون راستا سوق پیدا کنیم. من قبلش با خداونده صحبت کردم که من بیش از 7 دقیقه فرصت میکنم، گفت شما رو آخر میذاریم، تمام صحبتهایی که دوستان انجام میدم قطعا علم به یقین جزی از صحبتهای شماست. اما من هیچ کدوم از صحبتها رو توی بعض صحبتها خودم در واقع اینجا نمیبینم و چیزی برای حذف کردن ندارم. ما در قبال افکار، اون چیزی توی جامعه پیش میاد، ما در قبال افکار خودمون در خصوص دیگران مسئولیم. اون چیزی که من در خصوص استاد امروز بردبار فکر میکنم مسئول هست، اما آقای بردبار در خصوص افکار من مسئولیتی ندارم، هیچ ربطی هم به شخص دیگری افکار من ندارم. اما این یادتون داره هرگاه افکار خداگاه ما تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه، کجا میره؟ میره توی ایده ناخودآگاه. توی ایده ناخودآگاه که در دنیای واقعی به همون شکل بروز پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه. اون وقت چی میشه؟ اون وقت میشه به روز بردبار هر وقت که من رو میبینه یه رفتار ناخوشایندی ازش در میزنه، چون با ایشون خیلی راحتم مثال میزنه، یه رفتار ناخوشایندی ازش در میزنه. این رفتار ناخوشایند از کجا اومد؟ منبعش چیه؟ ریشش کجاست؟ ریشش همون ناخودآگاه. به راستی همه شما عزیزان نسبت به من چه فکری میکنید؟ فکر شما این شکلی من نداره، منم مسئول فکر شما نیستم. اما یادتون باشه نحوه برخورد شما با من برمیگرده به خداگاهتون، برمیگرده به ناخودآگاهتون. ذهن خداگاه هیچ وقت پیر نمیشه. سن و سال و گذشت زمان و مرگ و نیستی برای ذهن ناخودآگاه ما معنا نداره، چرا که میدونی دیگه ذهن ما بخشی از ذهن خداست. ذهن خدا هم حی لا یموته، ذهن خدا هم لم یلد و لم یولده، نه زاده شده و نه میمیره. بنابراین ذهن ناخودآگاه ما خواب هم نداره، ما به ظاهر خوابیم اما بیداره. چیزی تحت عنوان کلمه منفعلی و انفعالی در ذهن ناخودآگاه معنا پیدا نمی‌کنه. در رویای ما ورود پیدا می‌کنه، در خواب ما ورود پیدا می‌کنه، در هوشیار و ناهوشیار همه جا هست. و در پایان هم دوستان از یون صحبت کردن، کارل گوستاو یون، که من جمله پایانی ناخودآگاه رو اینجوری تمومش خواهم کرد: تا وقتی که ناخودآگاه رو، این جمله یون، تا وقتی که ناخودآگاه رو خود آگاه نکرده اید، زندگی شما رو هدایت خواهد کرد. و این همان چیزیه که شما اسمش را خواهید گذاشت سرنوشت.
من بسیاری از این تجربه‌های شخصی رو در مورد ناخودآگاه همین هفته فقط یکم زیر ذره‌بین بردم. مامان این بچه از همون بس ابتدایی که داخل شکم بود هر روز قرآن می‌خوند با صدا بلند. خب هر روز قرآن می‌خوند با صدا بلند. برای بچه قبلش هم همین کار رو می‌کرد. حالا بچه جدیدش هم همین کار رو کرد. اون بچه قبلش الان بزرگ شده، 5 سالشه. خب هنوز در حال درآمد دیگه، چون بچه توی این سن هنوز قدرت تمایز نداره که انتخاب بکنه چی رو و قبول بکنه چی رو قبول نکنه، انتخاب بکنه همین چیزی میره تو ناخودآگاهش دیگه، داره فقط منظور میکنه. این بچه هم داره رشد میکنه و داره بزرگ میشه و من از اون گریزی زدم به آدمای بزرگتری که ما توی جامعه همون داریم. و بعد توی جمعهایی که میشینی موقعی که صحبت میشه کافیه یه نفر فقط عربی صحبت بکنه یا یه آیه بکنه، همه قفل میکنن. چرا؟ چون که تو ناخودآگاه شونه میگن این 100% درسته و ما نباید به شک بکنیم. خب رفته دیگه، اصلا فیکس شده توی ناخودآگاه اینقدر محکمه که من میبینم توی همه جنجالات توی بحثای سیاسی حتی خب هر جایی که میشینیم طرف هر حرف منطقی هم که میزنه یه نفر از اون دیگه آیه میخونه دیگه تمام همه ساکت میشن و قضیه تمام، انگار مثلا همون حجت رو تموم کرد، بحث رو تموم کرد. این برای من خیلی جالب بود، این که چجوری رفت توی ناخودآگاه ما این داستان که ما شک نمی کنیم. و من همیشه که بچه هایی که می شنم قرآن می کنم میگم معنی فارسی شده فقط عربی شده. خب چون ما همیشه مثال هم می زنم دوره که نماز با فکر بهتر از 70 سال نماز خوندنه، چون ما معنیش رو نمی دونیم فقط رو عربیش خوندیم و الان من می بینم خیلی به عربیش دارن تاکید می کنن، در صورتی که ما به عربیش نیاز نداریم، ما به فارسیش نیاز داریم، به معنی فارسیش که بدونیم چیه. توی این قسمت میشه به واکنش افراد به رنگ پوست بقیه هم اشاره کرد که من توی منطقه خودمون خیلی زیاد میبینن به فامیل بقیه، اصلا مثلا میگن فامیل تو فلانه. این که رسانه ها رو بررسی کردم، توی رسانه ها صبح تا شب دارن میگن ایران جای زندگی نیست. خب همه بچه ها الان فکر میکنن که ایران جای زندگی نیست، ما توی ایران هیچ جا نمیرسیم. راستش تو ناخودآگاه بچه اینقدر به پرسی داره انگلیسی یاد میگیره که ایران بره. خیلی جالبه ها، اینا بهش خیلی بهش فکر کردم، گفتم که چرا اینا نگاه کن توی ناخودآگاه ما چکوندن همه رسانه های دنیا دارن این تبدیل میکنن که ایران جای زندگی نیست. یکی از چیزهایی که خیلی جالب بود برام که فضای مجازی و رسانه ها دارن تزریق میکنن از طریق تکرار کردن، همه این چیزها رو از طریق تکرار کردن ده. یک واژه دیگه کلی بود که جناب جهانی رو اشاره کردن که تکرار یک چیز رو هر وقت تکرار میکنی میره تو ناخودآگاه میره، مثل کوک کردن ساعت میمونه برای بیدار شدن صبح. شما یک بار کوکش میکنی خب بیدار نمیشی، میزنی فلان، دو بار، سه بار، چهار بار، بعد از ده بار دیگه خودت اتوماتیک ساعت زنگ بزنی بیداری، چون رفته دیگه اتومات شدی. خب تکرار تاثیرش هم میره تو ناخودآگاه. توی عکاسی، توی هنر، موقعی که ما کارا رو میبینیم، کارهایی که توی فضای مجازی دارن منتشر میکنن، عکسایی که داریم میبینیم، انقدر یک قانون، یک مدل، یک سبک داره تکرار میشه. ما موقعی میبینیم ناخودآگاه عکس میگیریم، ناخودآگاه همون عکس میگیره. یعنی داریم همون رو تکرار میکنیم دوباره. خب و بیشتر هنرمندا رو این شکل میکنن. موقعی که من میبینم عکس برای من میفرستن یا برای داوری مسابقات من انتخاب میکنم، میبینم که داورایی که نشستن بیشترشون همینجوری هستن. ناخودآگاه یک عکس مثلا از کارتیه برسون که نقطه و دایره دور و برش یه همچین فضاهایی دارن، ناخودآگاه من میبینم همه داورا همون انتخاب میکنن عکس اول، چون این عکس خب یه عکس خیلی معروفه، بعد هر عکسی که شبیه اون باشه رو سریع انتخاب میکنه به عنوان عکس اول. میگن نه این دیدو داره، دید کارتیه برسون داره، این عکس رو هزار بار تا الان دیده، هزار بار بازنشر شده، به شک نمی کنم. خب چون که اونا متوجه نیستن که تو ناخودآگاهشون یه چیزی نشسته و مرتب دارن اون اثر رو تکرار می کنن. این برای من خیلی جالب، یا همین که اصلا بچه های ما موقعی که پول میاد دستشون گوشی چی بگیرن؟ آیفون. رفته تو ناخودآگاه ما اصلا ما الان یه عالمه گوشی دیگه تو دنیا داریم با همون امکانات، با همون لول، با همون سخت افزار، حتی بهتر نصف قیمت، هیچ موقع نمیرن اون رو نمیکنن. چرا؟ رفته تو ناخودآگاهشون. این کار برندینگه، انقدر تکرار کرده انقدر نشون داده توی رسانه که رفتی توی ناخودآگاه و به محض اینکه میگی گوشی چی بگیرم دارم اونا موفق بودن کارشون، واقعا موفق بودن و من دارم این موفقیت ها رو بررسی میکنم که با ناخودآگاه ما دارن چی کار میکنن و چی کار کردن و ما الان کجای کاریم. صحبت هایی که کردن همه شون در مورد یا اصلا فیلم های هالیوودی، ما اصلا قدرت آمریکا شکل نداریم. تو همه فیلم‌ها آمریکا قدرت برتره، آمریکاست که جهان رو نجات میده، سوپرمن و بتمن و اینا جهان رو نجات میدن. ما اصلا
اصلا هیچ شکل قدرت آمریکا به این که اون آدم روی داستانه نداره. کجاست این؟ را خداگاه ما داره سالی چند هزار تا فیلم تولید میکنه که فقط همین رو به چکونه تو مغز همه مردم دنیا. اینه چیزایی که واقعا ما باید بهشون دقت بکنیم، یعنی بود عملی ناخودآگاهی که دارن روش کار میکنن و تنها تفاوت بین شرق و غرب هم همین، ما داریم فکر میکنیم اونا دارن فکرشون رو عملی میکنن. که حالا ما چطور میتونیم ناخودآگاهمون رو تصحیح یا بازنویسی بکنیم؟ خب چند تا روش داخل ویدیو گفته شد، دوستان گفتن، یکی از اونها مراجعه به روانشناس هاست. مسئله دیگه همین آگاهیه، همین اصلا با شما با دیدن همین ویدیو و این آگاهی نسبت به این مسئله میتونید ریز بشید روی رفتارهای خودتون، فکر کنید بهشون، محیط اطرافتون که من این رفتار رو انجام میدم، چرا دارم این کار رو میکنم. با ریز شدن و آگاهی نسبت به رفتارهای خودمون ما میتونیم در واقع به آگاهی برسیم و این آگاهی میتونه ناخودآگاه ما رو تصحیح بکنه. خیلی کار سختی هست اما شدنیه.